إن الحسان مصباح الهدى وسفينة النجاة. بسم الله الرحمن الرحيم. ما خرجت إلا لطلب الإصلاح في أمة جدي. مسئله اصلاح دین متاسفانه امروزه در میان ما تقلیل داده شده به اصلاح اموری دینی که اهمیتش نسبت به مسائل دیگه کمتره، ضریبش کمتره، دوزش کمتره و هر عبارتی که بگید. مثلا مسائل فردی مثل شرابخوری، نماز خواندن، یعنی همه جا به ویژه الان این عبارت میگن که امام حسین شهید نماز است، نه که نماز ارزشش کمه، اما این تقلیل دادن هدف سید الشهدا است. چون وقت مزیق است من مقدمه نمیگم و مقدمم رو طولانی نمی کنم و شب شام غریبان است و خدمت استاد معظم جناب آقای دکتر فیرهی هستیم. عنوان بحثم همین است، عاشورا و مسئله اصلاح دین. ان شاء الله جناب آقای دکتر ما یک گفتگوی مفصل داشته باشیم اگر وقت شما اجازه بده و من هم ورود کنم. خواهش. بله حتما. من اصلا پشت سر شما حرکت میکنم. خب بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الصلاة و السلام علی نبینا محمد و آله طاهرین. خدمت همه شما دوستان عزیز سلام عرض میکنم و آرزو دارم که در این ایام عسرت کرونا زندگی شاداب و سالم و سلامت داشته باشید و در بزرگداشت مراسم عزای امام حسین علیه السلام خداوند به همه ما توفیق و اجر و ثواب لازم عنایت بفرمید. عنوان بحثی که من داشتم و انتخاب کردم که خدمت شما دوستان حول و حوش 40 دقیقه مزاحمتون بشم، عاشورا و اصلاح دین هست. یک مقدمه کوتاهی عرض میکنم و یک چارچوب نظری رو طرح میکنم، بعد کوشش خواهم کرد که یک تحلیلی رو داشته باشم و یک جنبندی هم خدمت دوستان ارائه خواهم داد. در مورد بحث اصلاح دین معمولا میتوان گفت که ما میتونیم تاریخ فکرمون رو به دو دوره بزرگ تقسیم کنیم. یکی دوره بیداری هست یا عصر بیداری هست که تقریبا میشه گفت که از حدود 20-30 سال قبل از مشروطه در ایران شروع شده، یک کمی جلوتر در مصر هست، در عثمانی هست و کمی هم جلوتر در بین مسلمانان هند هست. با ادبیات مرحوم سید جمال الدین اسدآبادی گره خورده ولی به مرور پرورده شده و در آثار بزرگان مجتهد عصر مشروطه هم دیده شده این بحث. بنابراین ما میتونیم این بحث رو به دو قسمت عمده به عنوان مقدمه تقسیم کنیم. یکی بحث قبل از بیداری هست و یکی دوره بیداری اسلامی هست. در قبل از بیداری معمولاً بحث اصلاح دینی اصلا مطرح نیست، چون فرض بر این هست که آنچه که از دین میفهمیم درسته، تاریخ و تأثیر تاریخ و جغرافیا و اقتصاد و جامعه در دین و فهم دین کمتر توجه شده بهش. اما از دوره بیداری به بعد به تدریج این پرسش و این تردید پیدا شد که نکنه که ما دین رو کج میفهمیم، یا نکنه که ما دین رو متفاوت از آنچه که هست میفهمیم. و بعد این پرسش مطرح شد که اصلا ما میتونیم آنچه هست را بفهمیم یا محکوم به تفسیریم. به تبع این بحث در واقع تردید در فهم عاشورا، فهم سنتی عاشورا
و همینطور تلاش در تبیین‌های جدید و گشودن راه‌های جدید برای پژوهش در عاشورا هم مطرح شد. به این ترتیب از دوره بیداری به بعد ما شاهد دو تلنگری برای اصلاح هستیم. یکی اصلاح امر سیاسی هست و یکی هم اصلاح امر دینی هست و این پرسش وجود داره که کدوم یک مقدمه آن دیگری است. در واقع چهار نظریه مهم هم مطرح شده بود. یکی این که اولویت اصلاح سیاسی رو در نظر می گرفتن، یعنی معتقد بودن که اگر ما حکومت قوی و سالم و درست داشته باشیم، این حکومت می تونه کارگزاری اصلاح دینی رو به عهده بگیره یا پشتیبانی بکنه. ایده‌ای که در ادبیات اخوان المسلمین بود و بعد در ادبیات جماعت تبلیغ در پاکستان به رهبری مرحوم مودودی بود و به انقلاب اسلامی ایران هم کشیده شد و با این شعار بود که الاسلام هو الحل، در واقع اسلام تنها راه حل و اون تأسیس یک نظام سیاسی قدرتمند هست برای پشتیبانی و هندل کردن اصلاحات اجتماعی و مذهبی. این یک نظر بود، یکی از نظریه‌های قوی هست و پشتش یک تئوری سنگین اتاتیزم نهفته است، دولت گرایی توش دیده میشه. این یک نظریه است. یک نظریه دیگر تکیه میکنه به اولویت اصلاح دین. در ادبیات مرحوم محمد عبده اول جرقش زده شد و بعد در ادبیات تعدادی از متفکرین اسلام معاصر آمد و به خصوص در ترکیه با ادبیات و آثار بدیع‌الزمان نورچی گره خورد و سابقه ای شد برای اصلاحات دموکراتیک در ترکیه که آخرین نتایجش رو در ایده های حزب در واقع اردوغان و آک پارتی میبینیم. این هم خب یک نظری هست و فرضش بر اینه که ما نیاز داریم که انسان مسلمان قوی داشته باشیم تا دولت قوی درست بشه، یعنی فرد قوی مبنای یا جامعه قوی مبنای دولت قوی هست. خب این هم یک نظر بود. یک نظری بود راجع به همبستگی این دوتا، یعنی اینها رابطه دوری و اونم به تعریف منطقی اون دور معی داره اساسا، یعنی به همدیگه مثل دوتا چه آجر به هم وصل هستن. این تاقهایی که قبلا می زدن تحت عنوان تاقهای قوسی، هر آجری در این حال که کج بود آن کج دیگر را هم نگه می داشت. این رو خب بعضی ها گفتن و نظر چهارم هم برمیگشت به مسئله شرایط زمان و مکان، یعنی اصلا ملازمه یا یک قطعیتی در مورد اولویت ها نیست، بلکه هر جامعه‌ای متفکرانش تشخیص میدن که از اصلاح دینی شروع کنن یا اصلاح سیاسی. خب این نظریه ها بودند و هستند، اما بحث سر این هست که این دیدگاه ها رو اگر برگردانیم به عاشورا پژوهی چه نتایجی ازش میتونیم بگیریم و چه استفاده هایی ازش میتونیم داشته باشیم. با این مقدمه من میرم روی اون چارچوب نظری مهمی که میتونه پشتیبانی کنه بحث هامون رو در عاشورا پژوهی، اونو یک اشاره کوتاهی خدمت دوستان داشته باشم. به عنوان اشاره عرض میکنم که ما امروز خیلی خوشبختیم بر دوش سه تجربه بزرگ ایستادیم. یکی نظریه های بزرگ علوم انسانی هست، یکی تجربه انقلاب های اسلامی در جهان اسلام هست و یکی هم روشنفکران و مصلحینی از
حوزه و دانشگاه که راه رو برای ما در حدود 100 خورده سال هموار کردن. به تعبیر بعضی از نویسندگان، ما هرچند که ممکنه کتوله باشیم یا کوتوله باشیم، اما چون روی این غولهای سگانه ایستادیم، امروز دیدمون نسبت به دینشناسی بهتر شد، یعنی توان تحلیلیمون افزایش پیدا کرد. خدمتتون عرض کنم که آن بحث تئوری که من میخواستم عرض کنم این هست: متفکران جامعه شناسی دین، سیاست و فکر همیشه بین یک مثلث یا بعضی موقع دوگانه در رفت و آمدند. در واقع این مثلث عبارت است از فرد، جامعه و دولت، و نسبت اینها با مسئله دین هست که داره پیدا میشه. و بعضی ها فرد و جامعه رو یک جا جمع کردن، یک دوگانه درست کردن، و اون این هست که نسبت جامعه و دولت چجوری هست و در چه شرایطی این نسبت ها باعث ایجاد تنش یا توسعه در دینشناسی میشه یا در باورهای چی دینی میشه. خدمتتون عرض کنم که ما باز هم 4 فرض رو داریم. در یک جامعه ممکنه جامعه قوی باشه و دولت هم قوی باشه. در چنین جامعه فرد هم قوی هست، ذهن خلاقی داره، دیدگاه انتقادی داره، احساس امنیت میکنه و حرفش رو میزنه و بنابراین میتونه بحثش رو پیش ببره. در چنین جامعه ای، چه جوامع سکولار چه جوامع مذهبی، در چنین جامعه ای کم و بیش نهاد مذهب بخش بزرگی از جامعه مدنی است، بخش بزرگی از جامعه مدنی رو تشکیل میده. اگر جامعه قوی باشه و دولت قوی، در این صورت نهاد دین هم قوی هست و قطعا میتونه بالانسی ایجاد کنه با دولت و میتونه ترمزهای محکمی یا کششهای مهمی رو برای دولت تدارک بکنه، یعنی دولت رو از افتادن در شیب افراط یا سستی باز بدار. این یک نوع جامعه است، جامعه ایدئاله، و ما الان جامعه های توسعه یافته اینطوری هستند. مثلا شما وقتی که دولتی مثل انگلستان یا آلمان رو میبینید، کلیسا قویه، یا شما دولتی مثل نروژ رو میبینید، کلیسا به شدت قوی هست. خب من یه مدتی حضور پیدا کردم توی بعضی از این کشورها و به خاطر علایقی که داشتم نشون میداد که در دولت نروژ اینقدر کلیسا قوی هست که دولت بدون در واقع همکاری با کلیسا فشله، اما کلیسا هم ترمز دولت نیست. یعنی ذهن دین پژوهی چنان توسعه پیدا کرده و چنان با مدیریت دولتی و سیاست گذاری و اداره دموکراتیک زندگی مچ شده، گره خورده، مذهب نه تنها مانع توسعه نیست بلکه مقدمه لازمش. توش فرمودید این یک جوا... اونجا جوامع هم خودشون مذهبی هستن. بله جوامع، بله جوامع. مثلا شما نگاه کنید، از من این گزارشی که میدم مال یه مدت قبل هست، از هولوش نزدیک 30 دولت 25 دولت مذهب رسمی داره، یعنی این مهمه. و کلیسا اینقدر بزرگه و مهمه که توی ایالات متحده امریکا هم اینطوری هست که اگر کسی مالیاتش رو به کلیسا بده، دولت معافش میکنه، یعنی اصلا چیز خاصی است. یعنی اینقدر دولت کلیسا اعتبار داره. و یک
کشیش کلیسا به اندازه یک استاد دانشگاه بورد داره و مهمه. خب این یک نوع دولت هست، دولت قوی و جامعه قوی. یک بار هست که دولت ضعیف هست و جامعه هم ضعیفه، مثل افغانستان امروز رو شما یا بخش هایی از قسمت های مناطق شمالی پاکستان رو در نظر بگیرید، دولت دیده نمیشه. و یا بخش هایی از خدمتتون عرض کنم سوریه امروز رو در نزدیک به ارتفاعات جولان امروز ببینید، دولت نیست، یعنی حضور نداره. در چنین جامعه ای ما در شیب آنارشیزم هستیم، یعنی این اتفاق میفته. یکی دولت ضعیف هست و جامعه قوی، معمولا چنین دولت های زیاد دوام نمیارن. یکیش دولت وایمار آلمان بود، نمونه ای که ازش یاد میکردن. و اما در صدر اسلام ما شاهد فرض چهارم هستیم، به تدریج ما شاهد یک دولت قوی هستیم و جامعه که هر روز داره نحیفتر میشه. جامعه که نحیفتر میشه، اصابه یا اصابه یعنی نخبگان هم لاغر میشن. این مهمه ها، یعنی در یک مزرعه که تمام گندمش آبش کمه، گندم خوبش هم لاغره. توجه فرمودید، این خیلی مهمه. یک جامعه ای که محصولش سنزده است، حتی آن قسمتی که سالمه چروکیده است. این یک منطقی است که وجود داره. بنابراین در دولت هایی که جامعه مدنی داره ضعیف میشه و دولت شیب برمیداره، در معرض استبداد. این دولت ها کاملا در معرض استبدادن و ما شاهد شیب تند این استبداد از سال 41 هجری هستیم تا سال 61 در زمان معاویه. معاویه شخصیت بزرگی است، اقتدارش هم بالاست، اما شخصیت او چنان کشید دولت رو قوی کرد، بنابراین اصلا دولت جامعه رو خورد. در چنین شرایطی عناصر تشکیل دهنده جامعه مدنی که انسان قوی هست و نهادهای مدنی قوی، یعنی مذهب قوی و رهبران مذهبی قوی، اینا افت میکنن و بنابراین یواش یواش رهبران مذهبی به جای استقلالی که پیدا کنن و بتونن مثل پتک و معیاری باشن برای اداره جامعه و ارزیابی مشروعیت دولت، مجبورن برای حفظ خودشون دنبال روی چی باشن؟ دولت باشن. چون این اتفاقی از زمان امام حسن علیه السلام تا ظهور یزید، دولت یزید، یعنی سال 60، ما میبینیم که چنین اتفاقی داره میفته. و متنی که امام حسین علیه السلام در خطبه منا داره، این متن گویا و تابلویی است که نقاشی میکنه اون وضعیت رو. این چیز مهمی است. در چنین شرایطی ما با نخبگانی وابسته، یا ما با شبکه‌ای از نهادهای دینی وابسته مواجه هستیم و تک و توک سروهایی که وجود دارن، و این سروها هم از باد و باران در امان نیستن، چون در یک جنگلی که همه درختاش کوتاهه، اون چند درخت بزرگ رو سرما زود میزنه. این اتفاقی است که در داستان ابا عبدالله رخ داده، یعنی ابا عبدالله علیه السلام مجبور حرکتی رو شروع کنه، اما نهاد مذهب یا به قول خودش صحابه، علما، اصحابه، اینها توان پشتیبانیشو ندارن. حتی نامه می نویسن، پنهانی نامه می نویسن و بعد نامه علنی میشه انکار میکنن. اکثر نامه هایی که به امام حسین اومده بی امضاست، تحت عنوان
جمعی از اهل کوفه که اگر بپرسید کی بود کی بود، من نبودم. چون نشون میده وقتی که در جامعه امضا مخفی هست، نشون میده که این نهاد نهاد ضعیفی داره شکل میگیره. خب این بحث رو من خواستم عرض کنم وقتی که خدمت دوستان صحبت میکنیم از اصلاح دین در زمان ابا عبدالله علیه السلام، روی این الگوی جامعه ضعیف، نهاد مدنی ضعیف، انسان مسلمان ضعیف داریم صحبت میکنیم. بنابراین جامعه تقدیر پیشرفت گرایانه نداره که همیشه رو به پیشرفت باشه و تقدیر پسرفت گرایانه هم نداره. شرایطی یک جامعه و انسانهای مسلمان قوی رو ضعیف میکنه. ما زمان عمر داریم، خلیفه دوم، خود عمر قویه، چنان قویه که دو تا امپراتوری رو زمین زده، دولت یعنی خلافت قویه. اما این خلافت وقتی که میرسه به زمان علی علیه السلام وا میره. تلاش کردید؟ یعنی این وضعیت نشون میده که ما هیچگاه برخلاف اندیشه های هگلی در جامعه شاهد یک زنجیره ای از رشد یا زوال نیستیم، بلکه اگر مراقب نباشیم میافتیم. اون انسانی که مقابل خلیفه دوم وامی استاد و میگفت اگر راست نباشی با شمشیر کجم راستت میکنم، از چنین صحابی دیگر سراغ در زمان امام حسین نمیشه چی؟ نمیشه گرفت. و جالب این هست، این جمله کوتاه هم عرض کنم، معمولا همچنان که یک تیکه‌ای از آینه اگر شکسته باشه انسان نگاه کنه تصویر رو کامل نشون میده، چه آینه بزرگ باشه چه تیکه شکسته از آینه تصویر رو کامل نشون میتونه بده. بنابراین یک خطبه میتونه یک زمانه رو توضیح بده، یک خطبه دقیقاً میتونه یک زمانه رو توضیح بده. و درست از همین جاست که من سعی میکنم به جای این که از فراوانی مطلب صحبت کنم، روی بند یا بخشی از بندهای یک خطبه صحبت بکنم و این بحث رو در دو جلسه دیگر غیر از اینجا هم دنبال خواهم کرد. خب این نکته‌ای بود که خواستم خدمت دوستان عرض کنم و آنگاه میرم سراغ اون تیکه بسیار مهمی که در خطبه منا هست و اتفاق میفته، احتمالاً حول و حوش نزدیک حدود 40 روز اینا قبل از حادثه عاشوراست، 40-50 روز قبل از حادثه عاشوراست که این بحثا اتفاق افتاده. حضرت اونجا متنی رو، خطبه ای رو داره میگه و یک اتفاق مهمی هم داره درون خطبه، به خطبه ای از امیرالمؤمنین اشاره میکنه تا تسلسل چیز رو نشون بده، تا این تسلسل در واقع مسئله رو یا زنجیره تحولات رو بتونه نشون بده. این بحث جالبه. و بعد وقتی که کلمه رو شروع میکنه با یک کلمه هشدار دهنده شروع میکنه، میگه واعتبروا واعتبروا. این جمله کلیدیه. دوستانی که اهل تاریخ هستن حتما به کتاب یعنی تاریخ ابن خلدون آشنا هستن، عنوانش هست العبر، تاریخ المبتدا والخبر فی ایام العرب والعجم والبربر. در اونجا کلمه عبرت رو آورده، العبر رو آورده. عبرت یعنی چی؟ یعنی اینکه یک حادثه رخ میده نشانه هاش میمونه، فاعلان و کارگزاران اون حادثه رفتند اما اون حادثه نقشش رو مهر کرده روی جامعه. این چیزیست که
مهم هست که در ادبیات حضرت امام علیه السلام این طوریه، میگه اعتبروا ایها الناس بما و از الله بهی اولیاءه من سوء ثنائه علی الاحبار. این جمله قشنگه، سوء ثنائه، ثنا یعنی یک جور خوب تعریف کردن، یعنی در مقابل قدح یک نوع معنای مدح داره، و حضرت وقتی که میگه سوء ثنا از یک پارادوکسی داره صحبت میکنه، از یک تناقضی داره صحبت میکنه، میگه عبرت بگیرید هان ای مردم آنگونه که خداوند در قرآنش چه بد تعریفی از علمای یهود کرد، چه بد تعریفی از علمای یهود کرد. و بعد بحث سر علمای یهود نیست، دوستان خب اهل فقه و استنباط هستن، اساتید ما حضور دارن، معمولاً از اینها ما استفاده تعمیم میکنیم، معمولاً اینجوری هستش. بنابراین یهود رو بردارید، علمای یهود هم بردارید، اون وقت جاش بگذارید علمای هر دینی و نسبتش با دولت، یعنی این اتفاقی که رخ داد. بنابراین جامعه اون زمان جامعه سنزده است، یعنی ظاهرش مذهبیه. دوستان شنیدن در چیز مزرعه، ظاهر دانه خوبه اما فشار که میاد میشکنه، یعنی اینو میگن فرد مسلمان سنزده، نماز جماعت سر جاشه، توجه کردید، روزه سر جاشه، خمس ببخشید زکات سر جاشه و خیلی چیزای تمام ظواهر سر جاشه، اما یه تکون بخوره همش میشکنه. یعنی از این گندم شما نمیتونید آرد به دست بیارید و نان بپزید و زندگی رو اداره کنید، و بنابراین از این مسلمانی شما نمیتونید استفاده چندانی برای خودتون و برای دیگران دیگه داشته باشید. توسعه میگن یعنی پرشدگی، یعنی اینقدر گندم یا یک بذری پر میشه، از پری میترکه این و بعد پخش میشه، گسترش پیدا میکنه به جوامع دیگر. در صدر اسلام این طور بود، انسان مسلمان خودش به تنهایی اجتهاد میکرد، راهش رو باز میکرد و در مشکلات خلاق بود، میتونست راه حل‌های رو پیدا کنه، و به همین دلیل اکثر این جنگ‌های جهادی با دستور فرماندهی مرکزی اصلا نبودن. جامعه میرفت با تبلیغ اینا خیلی مقام اصلا جهادی رخ نمیداد، یهو میدیدید که برد. مثلا شما الان تایلند رو ببینید، خب یک بخش بزرگی از مسلمان ها فقط یک تاجر قومی اونجا این مذهب رو چکار کرده؟ برده. یعنی یک ارتشی به اندازه ارتش سرخ هم نمیتونست این کار رو بکنه، اما این پرشدگی وجود داشت. ولی در زمان امام حسین علیه السلام وضع خرابه، یعنی یک نوع قحطی، سنزدگی، کم آبی، ایمان داره مشکل چی داره پیدا میکنه. و حضرت توضیح جالبی داره که من متاسفانه خیلی نمیتونم همش رو بخونم. بحث سر اینه، میگه که ثم انتم ایتها الاصابه اصابتون بالعلم مشهوره، بعد و بالخیر مذکوره و بالنصیحت معروفه. اصابه یعنی نخبگان به تعریف امروز، بازیگرانی که پیشتازن، جریان سازن. میگه جامعه که داره ضعیف میشه، شما هم چی کار کردید؟ ضعیف شدید، و اون وقت ضعف شما دیالکتیک درست کرده، هی جامعه دینی داره ضعیف میشه و هی چی؟ نخبگان ضعیف میشن، و در اینجا گفتمان دین داره چی میشه؟
ضعیف میشه. یعنی این در واقع این چرخه نتیجه ای داره. شما دیگه به جای اینکه به دین استناد کنید پیش برید، به دین استناد میکنید که وضع خراب رو توجیه کنید. این خیلی مهم. ما واژه‌ای داریم در ادبیات سیاسی اساتیدمون هستند به نام جستیفیکیشن، توجیه. توجیه وقتی که در شرایط ضعف منفیه، اما وقتی که در شرایط قویه به معنی مشروعیت. یعنی این میره میره هی میره میاد چی؟ بالا میاد. و بعد اینجا میگه شما که این طوری هستید نیرومند در علم شناخته میشید، مشهور. نمیگه که هستید، چون در واقع اصلا نهاد صحابه پوکیده. دلیلش هم این هست که یک توضیح کوتاهی بدن، چون میترسم زمان رو از دست بدم و بخشی از این خطبه هم خب حتما دوستان میخونن. بگذارید یک کمی توضیح چیزو بیرونی شاید کمک خوبی بکنه. ببینید اصلا در زمان معاویه ما از زمان قبل هم البته رگه هاش وجود داره، یعنی از زمان خلیفه سوم هم رگه های در خلیفه دوم هم هست، وجود داره. به تدریج چیزی پیدا میشه به نام مکتب صحابه شام. معنیش چی هست؟ در ظاهر به عنوان احترام و کرامت به صحابه و حفظ احادیث پیامبر، همه اینها رو جمع میکنن به چی؟ به شام. و بسیار جالبه که امام حسن همین که از حکومت کناره گیری میکنه بدو میره به مدینه که نگذاره مدینه اون آخرین ذخایرش هم چی بشه؟ تخلیه بشه. یعنی یک هسته ای رو بتونه اونجا نگه داره. و خب نگه داشت، یعنی همین که معاویه میترسید از مدینه، از جای دیگه نمیترسید، چون که اونجا چند نفری بودن که هنوز شمع دیانت یا سنت پیامبر رو روشن نگه داشته بودن. و اون چند نفر خب شاخش و در واقع نمونه اعلاش ابا عبدالله بود و بقیه هم با تکیه به اون و به هوای اون داشتن حرف می زدن. و درست همین که امام از مدینه خارج شد اونا هم به تدریج رو به سکوت گذاشتن. بنابراین ما شاهد چیزی هستیم به نام مکتب شام. مکتب شام احادیثی رو تأویل می کنه، می سازه. ما امروز یک ایده‌ای داریم به نام قدیمی سازی. نمیدونم دوستان میدونن در معماری ها و اینا دانشکده علوم حقوق و علوم سیاسی رو میخواستن توسعه بدن، اصلا اصرار وزارت ارشاد این بود که اون قسمت جدید باید قدیمی سازی چی بشه. یک فن، اساسا این فن آنتیک در واقع یک فنه. چطور بتونید احادیثی سخنی درست کنید که این سخن در قالب پیامبر باشه، سند هم براش چیکار کنید درست بکنید و اون وقت کاری بکنید که دینداری شما مشروط به پذیرش این سامانه سیاسی است. یعنی غیر از اون شما دیگه دیندار حساب چی؟ حساب نمیشید. این اتفاق افتاده بود. بنابراین در واقع ما شاهد یک اسلام شامیم در مقابل اسلام مدینه و اسلام مدینه هی نحیفه ولی روی چند نفر چی؟ روی چند نفر ایستاده و ابا عبدالله سعی میکنه که اینو نجات بده. خاطره کوچکی عرض میکنم در خاطرات مرحوم حائری هست، حائری شیخ عبدالکریم حائری یزدی این جمله رو داره، میگه که رضا شاه اومده بود کلید فیضیه رو از من بگیر، از دستش قاپیدم. توجه کردید؟ امام حسین کارش همینه. یعنی اصلا قاپیدن این سنت پیامبر هست، از این تحریفی که داره چکار میکنه، داره شکل میگیره. و بعد خب امام داره میگه من امیدم به علماست، اما علما تکانی نمیتونن چی؟ تکانی
نمیتونن. و جالب اینه که در ادبیات ما چیزهایی هم هست که بهشون کمک میکنه، مثلا تعریف خاصی از تقیه، تعریف خاصی از ضرورت حفظ نظام که از این بدتر هم چی؟ از این بدتر هم نشه. خب اینها یکی یکی اومده و بنابراین حضرت ابا عبدالله علیه السلام در مقابل این گفتمان هست که حضور داره و بعد اینطور میگه: و بالله فی انفس الناس محابه محابتون بها بکم. بعد بله میگه بکم و بعد میگه که و یکرمکم الضعیف و یؤثرکم من لا فضل لکم علی ولا ید لکم عنده تشفعون فی الحوائج. اینها رو داره حضرت میگه. یک تیکه عینکم اجازه نداد، خطا هم اتفاقا خوندم. بعد خب خدمت رو عرض کنم که بحثا رو اینطوری داره دنبال میکنه در این بحث، و بعد من یه تیکش رو میخوام خدمت شما بخونم ببینید که حضرت چی داره میگه در این متن. میگه که و این کنتم ان اکثر حقه تقصرون فاستخففتم بحق الائمه فاما حق الضعفا فزیعتم. خب یعنی شما هر کس که قدرت داشت پشت اون ایستادید، اگر ادعای حقم کرد ازش حمایت هم کردید، اما اونهایی که ضعیف بودند فزیعتم. و اما حقکم، حق خودتون، به زعمکم فکر میکردید که حق خودتونه، فطلبتم، یعنی اصلا اونها رو گرفتید. یعنی در واقع شما برای اینکه بتونید این متن رو خوب بفهمید به مناقشه برنامه و بودجه در مجلس سالانه یک توجهی بکنید، ببینید که چه اتفاقی داره در چنین شرایطی در جوامع چی داره میفت. و اما حقکم به زعمکم فطلبتم فلا مالن بزلتموه. شما برای حفظ این سنت پیامبر هیچ از پولتون مایه نگذاشتید. ولا نفسن خاطرتم بها للذی خلقها ولا عشیرتن آدیتموها فی ذات الله. بعد خب شما هیچ کاری نکردید توی این قسمت. بعد میگه که انتم تتمنون علی الله جنته. با همه اینها فکر میکنید که بهترین آدمید که شما باید کلید بهشت رو به شما بدن، یعنی انتظار بهشت دارید و مجاورت رسوله. فکر میکنید که همین که چند روزی بالاخره در مکه نشستید عبادت کردید، باید همنشین پیامبران در ملأ اعلی هم باشید. یعنی اصلا تصوری از کار کرده دین و نهاد روحانیت وارون است. توجه کرد این چیزی که حضرت داره توضیح میده. و بعد باز هم جالبه در ادبیات حضرت، من نمیتونم و امانن من عذابه. فکر میکنید که شما، یعنی دیگران هستن که عقاب خواهند شد، چون شما نماز میخونید، وضو میگیرید، چیزهای اینطوری، و البته مستخدم هم دارید. بعد خب فکر میکنید چون تمام این کارا رو هم انجام میدید شما عذابی نخواهید داشت. لقد خشیت علیکم ایها المتمنون علی الله. من بر شما میترسم ای آنهایی که اینو من اجازه بدید یه کمی تحریف کنم، ترجمه رو عامیانه کنم. ای اونایی که سر خدا هم منت چی؟ سر خدا هم منت میگذارید. چجور منت میگذارید؟ میگید که خب ما داریم هدایت میکنیم چی؟ جامعه رو زحمت میکشیم، اجتهاد داریم، بالاخره این کارا رو داریم انجام. انتهل بکم نقمتون من نقماته
لأنكم بلغتم من کرامت الله منزلتن. بعد این جملاتش عجیبه، فضلتم بها، شما از جانب اتصالی یا نسبتی که به خداوند داشتید فضیلت پیدا کردید، یک ارزشی چی؟ پیدا کردید، اما این ارزش اجتماعی رو بهاشو ندادید. در واقع شما دارید یک نوع انباشتی یا سوء استفاده از این نسبت دارید برقرار میکنید. و بعد حضرت اینطور میگه، میگه که یک جملهشو میخونم، میگه که شما میتونستید به جایی برسید که مجار الامور و الاحکام علا عید العلماء باشه. یعنی شما اونطور بودید، حاکمان باید دم در شما می آمدن. اون کتاب معروف که چیز العلماء فی باب الملوک، خب کتاب جالبی بود که از این حدیث معروف است، اذا رأیتم العلماء فی باب الملوک فبئس العلماء و بئس ملوک و اذا رأیتم الملوک فی یا علا باب العلماء و فنعم العلماء و نعم الملوک. بعد خب این چیز وارونه شده الان، به جای اینکه علما حاکمان از در شما رفت آمد بکنند، شما صف واسدید توی اونجا. و بعد میگه که الامنا علی حلالهن و ما صلبتم ذلک، این موقعیت رو از دست ندادید الا به تفرقکم عن الحق، شما فاصله گرفتید از حق و اختلافکم فی السنه بعد البینت الواضحه. در واقع ببینید سنت رو، سنت پیامبر رو آدم عادی نمیتونه تحریف کنه، چون یک امر حرفه‌ایه، تخصصیه. کسانی میتونن تحریف کنن که زیر و بم این سنت رو میفهمن، ادبیاتش رو میفهمن، مستنداتش رو میفهمن، زمینه رجالیش رو چی میفهمن و میدونن که از کجا این خدشه رو وارد بکنن تا دلالتش رو عوض کنن یا اعتبارش رو چیکار کنن از دست. بعد میگه که اختلاف و اختلاف کن فی السنه بعد البینت الواضحه ولو صبرتم علی العزا، اگر شما یک کمی سختی رو قبول میکردید دولت ها تسلیم میشد. یعنی این بحث خب مهمه. خب ما تجربه شو داریم، یه دونه مرحوم امام بود جلو افتاد، یه چند سالی آوارگی کشید و سختی و زندان، ولی این زنبور دورش رو گرفتن و شد یک جریان بزرگ چی؟ بزرگ اجتماعی. خب بعد این بحث ها رو حضرت داره و بعد میگه که یه جملش هم بخونم و بعد به یه کمی توقف میکنم. امور خداوند به شما برمیگشت و از شما و انکم تستر و الیکم ترجعو، اگر شما جایگاهتون رو نگه میداشتید. ولکنکم مکنتم از ظلمه من منزلتکم، شما تمکین کردید، یعنی یک چیزی هست در رقابت و اون لحظه شکستن تعادله، در کشتی اینو میگن و بعد در معاملات اینها هم میگن، در سیستم های امروز معاملات جهان هم اینو میگن، مثل سیستم های بورس و جاهای دیگر. حضرت امیرم یک اشاره‌ای میکنه در صفین، تکیه میکنه به سنگ، آستانه حکمیت هست، با افسوس میگه یادش به خیر، زمان پیامبر بود، ما با مشرکان کل مینداختیم، یعنی کشتی میگرفتیم، گاهی اونا ما را زمین میزدن، گاهی ما اونها رو زمین میزدیم، اما مقاومت کردیم و در ایمانمون صادق بودیم و خداوند دید که ما پشتکارمون زیاده، طرف ما ایستاد. یعنی این معادله تو اون اوج رقابت چی میشه؟ میشکنه.
حضرت این جمله رو میگه، میگه توی این اوج رقابت شما واگذار کردید، ولکن نکم مکنتم از ظلمه من منزلتکم وستسلمتم امور الله فی ایدیهم. کار خدا باید دست شما بود، شما مفسرش میشدید، گذاشتید دست حاکمان، حاکمان هم مفسر شدن هم مجری، هم قانونگذار شدن هم مجری و هم قاضی، و اون وقت دیگه خب پیش رفت دیگه. یعملون به شبهات، اینا دیگه رفتن، مسیر عوض شد. و یسیرون فی الشهوات سلتهم علی ذلک فرارکم عن الموت. چیزی که آستانه این بحرانه ترس درونی از مرگ، حالا یا مرگ فیزیکی هست یا مرگ اجتماعی است در واقع، یعنی اون شأنه یا اون موقعیتی است که داره اتفاق میفته. این ترس جالبه. ما معمولا در رشته خودمون میگیم که ما دو شرایط داریم، یکی جنگ هست، یکی شرایط جنگی است، یا وضعیت چی؟ جنگی هست. وضعیت جنگی ترسش از جنگ بدتره، چون که در جنگ آدم افتاده وسط گود دیگه، در جنگ آدم افتاده وسط گود، اما در چیز نه، در وضعیت جنگی آدم نمیدونه چه اتفاقی چی رخ میده، هی دوچار چی میشه، دوچار تردید میشه، و این تردید قضیه رو داره خراب میکنه. و حضرت اینطور میگه، بله ما باید جمع‌بندی کنیم. بله بله بله، ببخشید دیگه، بله من فقط یه جمله کوتاه عرض میکنم. میگه سلتهم علی ذلک فرارکم عن الموت و اعجابکم بالحیات التی هی مفارقتکم. به چیزی چسبیدید که با شما ماندنی چی؟ با شما ماندنی نیست. خلاصه بد جوری معامله قراری کردید. و بعد حضرت شروع میکنه توضیح میده که چی کار باید کرد، که این بحث ها رو من هم توی این یکی دو مجلسی که دارم دنبال خواهم کرد. خیلی ممنون جناب استاد، ما که مبهوت شدیم، به همین دلیل هم گفتیم این پیوستگی بحث رو از بین نبرم. حالا چند پرسشی که دارم از جمله جناب عالی، چون درباره بیعت هم مطالب تفصیلی و تحقیقاتی دارید، من به ذهنم آمد که نکند این دفاع امام علی و دفاع حسنین علیه السلام از اصل آزادی بیعت، و چه بسا همین دفاع سید الشهدا که دفاع خونینی از مسئله بیعت بود، به همین دلیل باشه که بیعت نمود جامعه قویه. به همین دلیل تا به امام علی بایشون رجوع نشده برای بیعت، خود رو تحمیل نمی کنه و وقتی بیعت. بله این خیلی مهمه. این عنصر جامعه قوی دو چیز دیگه، یکی نهادهای مدنی قوی هستن، یکی فرد چی قویه، که در ادبیات حوزه اندیشه سیاسی هم یک اصطلاحی دارن، میگن انسان قوی، معادل انگلیسی هم داره self inclusiveness subject، یعنی سوژه خودگردان، سوژه‌ای که برای زندگی خودش چشمشو به دیگران چی؟ نمیدوزه. این میتونه دولت ساز باشه. به همین دلیل هم هست که مفهوم بیعت هست. حالا شما اینو گفتی جمله ارز کنم، خود حضرت این جمله رو میگه، میگه که من کارمو عرضه کردم، من شروع کردم که برای نجات این روایت پیامبر از اسلام، یعنی اون سنت پیامبر، من شروع کردم اونو احیا کنم. جملهش این هست، میگه فمن قبلنی، که آی دکتر هم اشاره کرد، هر کس قبولم میکنه، به قبول الحق فالله اولا بالحق، و من رد علی هازا اصبر حتی یقضی الله بینی و بین القوم. یعنی اگر مردم نخواستن پیش برن، من هیچ کس رو اجبار چی؟ نمی‌کنم. این یک انسان قویه. و می‌بینید که حضرت دو جور بیعت داره، یکی بیعت کلیه، میگه که یارانش اهل بیت، یعنی یک جور یک نوع کلکسیونه، یک جورم بیعت‌های دانه دانه است که حضرت داره چی داره ازش میگیره. و بنابراین عنصر یک جامعه قوی نهاد نهادهای مدنی هست و فرد،
و فرد قوی سازنده بیعته، و اگر فرد قوی نباشه بیعت تشریفاتی بیشتی، و آخرم تشریفاتی شد دیگه. گفتن که مثلا شما میبینی در غزالی میگه کسی که منش تدت وطعته، کسی که بالاخره پشتش قویه یه نفرم باشه بیعت کنه مشروعه. و اینکه دولت تا وقتی که حاکم و اون کسی که قیام کرده برای حکومت تا وقتی غلبه نکرده میتونیم جلوش رو بگیریم، اما وقتی غلبه کرد ولو بالقهر و اجبار دیگه از بعد باید گردن بنه. معمولا این طوریه، میگه تا زمانی که معترضین پیروز نشدن شورشگرن، از وقتی پیروز بشن مشروعیت دارن، اما وقتی که پیروز شدن میشن عطیه الهی. یعنی این خصلت نظام‌های اینطوریه که اون چرخه چیز شده، چرخه شکسته، و چرخه در زمان معاویه شکسته بود. احتجاج هایی داره خود حضرت ابا عبدالله علیه السلام قبل از قضایای عاشوراست. اصلا خود حضرت او داستانی داره در مورد بحث مالیات ها، داستانی داره در مورد قضیه حجر ابن عد یا عدی، عد در واقع، یه چون این چیزی، و بعد هی اعتراض میکنه تو اینو کشتی، یعنی تو مثل کلاغ دارید این دانه های درشت رو دارید میچینید تا جامعه بشه توده بدون چیز. دومت از سید شهدا هستش که کم بهش پرداخته شده در بین متن‌های مربوط به واقعه عاشورا. یکی همین متن خطبه مناس که جناب علی الان شرح کردید، یکی هم متن نامه معرفی مسلم برای اینکه ارسال کنند به کوفه، که اونجا هم عبارتی دارن که در تایید جناب علی، فانشتم رأی و ملائکم، اگر رأی ملائکه شما جمع بود، فانی قادمون الیکم ان شاء الله، من به سمت شما. ها جالبه، چون گفتید من این تیکه را خدمتتون عرض کنم از کتاب مسند امام شهید عطاردی خدمتتون میگم، جلد علامه عز الله، بله، صفحه 382. خب ایشون معمولا نقل میکنه، یعنی استدلال اینا با عطاردی، بله نقد نمیکنه، بعد ایشون بله فقط نقله. یه جمله ای داره، این نعمان ابن بشیر حاکم کوفه است و بعد منعطف طرفداران معاویه بهش اعتراض میکنن، بعد بحثش خیلی جالبه، میگن که فقام رجل ممن یهوی یزید ابن معاویه الى نعمان ابن بشیر فقال له انک ضعیف او متضعف، تو یا مدیر ضعیف هستی یا خود تو ضعیف داری عمدن جلوه میدی. و بعد ایشون جالبه جوابش، میگه که من ترجیح میدم ان اکون ضعیفا و انا فی طاعت الله احب الی من ان اکون قویا فی معصیت الله. یعنی یک چیزیه، یعنی دوست دارم که اینجا ضعیف بودن در واقع اینه که من دولت مرکزی رو نمیذارم فشار بیاره روی کوفه. ببینید یک آدم که یه ذره جربزه داره چقدر اثر داره. فکر می‌کنم عبارت انی ما آخذو به تهمه از نعمانه، که بعد تا ابن زیاد میاد در کوفه حاکم میشه برعکسش میگه اینی آخذو به تهمه، من بله. متهمم باشید دستگیر بکنم. اصلا اون موقع بحثی که نعمان ابن بشیر داره، نعمان میگه کوفه است، تاش کردید، و باید کوفه رو از فشار شام چیکار کرد؟ از فشار شام حفظ کرد. در واقع خودشو وکیل کوفه میدونه، با اینکه منصوب چی هست، منصوب معاویه بود نعمان ابن بشیر، اما خب آدمی بود که در تاریخ گفتن ناتوانه، یعنی تاریخ نگاری یزیدی گفته چی؟ این ناتوانه. اصلا من به این ارزیابی شخصیت ها که هست هیچ اعتقادی ندارم، بلکه عکسش رو بیشتر درست میدونم. یعنی اونهایی که متهم به ضعف شدن آدمای چی بودن؟ قوی بودن. یکم نعمان. از همینجا به این میرسیم که چه بسا این یک تبیین جدیدم به نظر من فرمایش جناب علی از مسئله ضعف دولت علوی و دولت امیرالمومنین بود. خب واقعا دولت امیرالمومنین کسی همینطوری ببینه میبینه 5 سال حضرت خلیفه بودن، مدام جنگ و مشکلات بود،
این ضعف دولت علوی و زوال دولت محصول اون قتل خود عثمان بود، همون چیزی که حضرت هم سعی کرد جلوشو بگیره که خلیفه نکشید. نه نه، فراتر از این حضرت مراقب بود که جامعه بیش از این ضعیف نشه. یعنی خودش یک چیزی در ادبیات امروز حکمرانی هست که حکمرانی موفق اینه که چقدر خودشو کنترل کنه به جامعه آسیب چی؟ نزنه. امام پی اینو مالید به تنش و از آبروش مایه گذاشت و اونجایی که میگه که اگر مسئله زیرکی بود انا ادها چی؟ من معاویه. ولی داره یک خرجی میکنه، یعنی تمام حیثیتشو میگذاره تا از هستی جامعه چی؟ از هستی. چون دولت در زمان عمر بالاخره دولت قوی بوده، همونطور که فهمیدید، اما از زمان عثمانه که به ضعف رفته. یعنی جز جامعه قوی خود دولت هم ضعیف شده. بله، ولی حضرت سعی میکنه، یعنی ببینید حضرت با تمام توان سعی میکنه که از مثل ساعت شنی ضعف دولت رو از جیب جامعه تأمین چی؟ بله. پر نکنه. این چیز خیلی مهمیه. ما تاریخ اسلام باید از نو بخونیم، یعنی مخصوصا با کد مهم عاشورا، چون عاشورا یک نقطه عجیبی است. از اونجا که آدم وارد میشه، این یک پروژکتوری آدم تاریخ و متفاوتی تاریخ و مخصوصا چند تا تیکه هایی که این خطبه ها دارن، خطبه های امام در منا، خطبه وصیتش در مدینه، چند تا مذاکرش با لشکریان، دو سه تا خطبه امام زین العابدین و حضرت زینب و چند نفر از این اسرا در کوفه و شام، اینا شاهکارن، اینا تابلوی ارزشمندی برای فهم. یعنی ما اگر متدولوژی روشنی داشته باشیم، از این تیکه ها میتونیم کل اون تاریخ رو بازسازی چی؟ یعنی وضعیت رو بازسازی بکنیم. و خیلی هم جالبه یا بعضی کلمات امیرالمومنین هم این فرمایشات جناب عالی تبیین اونها میتونه محسوب بشه، یا این یه بحث متفاوتیه. اونجایی که حضرت مدام در دوران خلافتشون با توجه به اشکالاتی که به وجود آمده بود سعی در تبیین جوامع جاهلی داشتن و صفات جوامع جاهلی، از جمله اینکه میفهمن تقدم الارازل و تأخر الافاضل، اینکه ارازل جلو بیافتند افاضل، یا عالمهم الجم جاهلهم مکرم. ولی این بحث یک چیزیه، یک چیزی پشت سرش هست که به قول بعضی از دوستان چیزتر از اون چیزه. یعنی چی؟ یعنی این که در یک جامعه قوی که داره شکل میگیره، اصلا این جامعه جای بازی ارازل نیست. جامعه وقتی که متلاشی میشه، توجه کردید، اصلا در واقع مزرعه ویرانه جای حشرات. این خیلی مهمه ها. یعنی اصلا بحثی که حضرت داره اینه که جامعه رو رها چی؟ نهاد مدنی رو رها نکنید. اگر اونا رها کردید، نه فاضل میتونه فاضل بمونه و نه میتونید جلوی اراذل رو چی؟ بگیرید. یه جمله کوتاه بگم، اینو توی شبکه‌های اجتماعی هم بود، میگن که سیستم مشخص انسان‌های عادی رو خلاق میکنه و خلاقیتشو مثبت میکنه، اما سیستم‌هایی که به خصوص در وضعیت مدنی فشل میشن، مردم عادی رو به سمت رذیلت میکشونه. توجه کردید؟ و افراد زیرک که میتونستن نخبگان مثبت باشن، تبدیل به شیاد میشن. یعنی این واقعیت چیزه، این واقعیت. حضرت به اون هیمنه داره در این خطبه چی؟ نگاه میکنه و بعد میگه که دین وارونه گیش چجوریه، و بعد توضیح میده که چرا وارونه شده، از کجا چی وارونه شده، چه آیا میشه برگردون یا نه. خود حضرت هم میدونه که نمیشه. اون داستان فرزدق رو دوستان شنیدن دیگه، وقتی که فرزدق از کوفه میاد، حضرت میبینه فرزدق رو، عین جملهشه دیگه، نمیدونم یادم هست یه جا قلوبهم معک، بله، گفت که به من بگو از کوفه چی دیدی، گفت که راستشو بگم. بعد حضرت گفت من انتظار غیر از گزارش صادقانه از شما چی ندارم. و بعد حضرت اونجا داره صحبت میکنه، میگه قلت دیانون، وقتی که قضیه بیخ پیدا میکنه
یعنی اتفاقا باز خوب شد این عبارت فرزدق رو فرمودید، تبیین عبارت فرزدق هم همینه. بله. ولی الان تبیین عبارت فرزدق این شده که چون ابن زیاد پول میداد، چون ابن زیاد با زور سرنیزه نگه داشته بود کوفه رو، قلوبشون با امام بود ولی شمشیراشون با امام نبود. در واقع تبیین دقیقش شاید همین باشه. بله نه نه نمیتونستن بیان کنن. نه نه اساساً جامعه ناراحت بودن از دست سیستم یزید، اون نهاد سازی هایی که معاویه کرده بود ناراحت بودن. خب این حس دیگه، حس بشریه دیگه. ام بعد به امام علیه السلام هم چشم دوخته بودن ولی توان پشتیبانی امامو نداشتن. توی این جوامع رهبران تنها میشن، در چنین جوامعی رهبران تنها میشن، اکثرا سرنوشتشون گمنامی و از بین رفتن. و این شانس و هنر امام حسین بود که در واقع شهادتشو تبدیل کرد به یک تابلوی همگانی و به قول مرحوم اقبال لاهوری کاری کرد که توی زبانها بیفته. یعنی اصلا سیستم سعی میکنه خفه کنه دیگه، سیستم سعی میکنه که شخصیت ها رو توی اینجور، در حالی که در جامعه قوی شخصیت ها اتوماتیک رهبران جدی میشن و کسی نمیتونه دورش خلایی، چون خلایی وجود نداره که بهش حمله چی حمله بکن. خب این بحثی خیلی بود ممنون جناب استاد. السلام علی الدماء السائلات. از امشب که شام غریبان هست ماجرای سید الشهدا تمام میشه و ماجرای حضرت زینب و اسرا شروع میشه. به همین دلیل انشالله فردا شب با سرکار خانم دکتر کرمانی از ماجرای بانوان اسیر کاروان کربلا با شما سخن خواهیم گفت. خیلی ممنون جناب استاد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.